سلام به همه شما طرفداران اخبار و اطلاعات نظامی. به میلیتاری هم بار نیوز خوش اومدید. امروز میخوام از یه پرنده بسیار کمیاب با شما صحبت کنم، یه قوی سفید. شاید تعجب بکنید ولی بله، درست شنیدید. امروز میخوام از بمب افکن استراتژیک و موافق صوت توپولف TY-160 روسی صحبت بکنم که ملقب به قوی سفیده به خاطر فرم بدنه و رنگ سفیدی که داره. این بمب افکن که بال متحرک داره تو کشورش روسیه یا شوروی سابق ساخته شده و تا حدی هم از خصوصیات پنهانگاری برخورداره، مثل نیمرخ راداری و بازتاب گرمایی که اینا رو کاهش میده. به طور کلی این بمب افکن رو با بمب افکن آمریکایی B-1 لنسر مقایسه میکنن و البته باید اینم بگم که از نظر ابعاد از اون هواپیما بزرگتره و ظرفیت حمل مهمات بیشتری هم داره. قیمتی هم تا این لحظه برای این بمب افکن تعیین نشده. این بمب افکن مخوف قابلیت حمل بمب هسته‌ای و بمب‌های متعارف داره و آخرین بمب افکن استراتژیکیه که شوروی ساخته. خیلی جالبتون بگم که در 3 تا شاخصه سرتره تو همه ی هواپیما. اول که بزرگترین هواپیمای جنگی موجوده، دوم که بزرگترین هواپیمای موافق صوته و سوم که بزرگترین هواپیماییه که بالای متغیر داره، درست مثل F-14. تا حالا 35 از این بمب افکن ساخته شده و تولیدش در دوران شوروی استارت خورده و تو روسیه هنوز ادامه داره و الان نیروی هوایی روسیه 16 فروند از این توپولف‌های 160 به صورت رسمی تو خدمت داره. در مورد تاریخچه این بمب افکن سوپرسونیک استراتژیک باید بگم که توپولف 160 طی سال 1980 تا 1992 به وسیله مجتمع پژوهشی و مهندسی هواپیمایی توپولف تو مسکو ساخته شده و در دست تولید بوده و البته یه فروندش هم ماه مه سال 2000 میلادی به نیروی هوایی روسیه تحویل شد و نیروی هوایی اوکراین هم این هواپیما رو سال 2001 از خدمت خارج کرد. توپولف 160 توانایی انجام ماموریت محولش رو تو تمام شرایط آب و هوایی و روز و شب به عهده داره و میتونه انجامش بده و در دوران جنگ سرد در اصل به عنوان یه جوابی بود به پروژه بمب افکن B-1 لنسر آمریکا، با این تفاوت که ماموریت اصلی شلیک موشک‌های کروز هواپایه است و امروزه بلکجک یا توپولف 160 سنگین بسترین بمب افکن هست و از نظر توان حمل مهمات هم قدرتمندترین بمب افکن حال حاضر دنیاست. این هواپیما به خاطر اون توانایی مانور بالاش و رنگ سفید جالبی که داره به قوی سفید و گاهی اوقات بهش میگن دورنای سفید معروفه. این هواپیما برای تأمین قدرت خودش از 4 موتور غولاسایی توربوفن NK32 که مجهز به پس‌سوزه استفاده میکنه که هر کدوم این موتورها رانشی برابر با 25000 کیلوگرم تولید میکنن و هر دوی موتورها در هر طرف تو 2 تا غلاف زیر بالا قرار گرفته و جالب اینه که داره ورودی هوای متغیر هم هست. جالب بدونید که این هواپیما قابلیت حمل موشک کروز و استراتژیک Kh-55 داره که بردش 3000 کیلومتر و در غرب و ناتو به AS-15 کنت معروفه و تا 12 فروند این موشک رو در هر محفظه، یعنی 6 تا میتونه با خودش حمل بکنه. توپولف 160 یا جناب بلکجک ما میتونه جنگ افزارهای هسته‌ای و متعارف مثل موشک‌های دوربرد هسته‌ای رو هم بکنه. این هواپیما برای دفاع از خودش به موشک‌های حرارتیاب و سیستم‌های مغشوش کننده رادار هم مجهزه و پرتاب کننده شراره‌های گمراه کننده موشک حرارتی هم داره. ضمن اینکه امکان حمل موشک Kh-55P و موشک‌های متعارف با کلهک‌های اتمی هم برای خودش محفوظ داشته و ظرفیت نهایی این بمب افکن هم 40 تن بمب یا موشکه. دوستان، این هواپیما از کامپیوتر استفاده زیادی کرده و از یه سیستم کنترل فرامین الکتریکی به اسم FBW استفاده میکنه و دارای سیستم هدفگیری یکپارچه و سیستم ضد جنگ الکترونیکیه. حتی یه رادار آبزورکا داره که برای پروازات تو ارتفاع پایین ازش استفاده میکنه و اهداف زمینی رو با اون آنالیز میکنه و خدمتشان شود که برای هدایت موشکام از سیستم پیشرفته راداری ناوبری به اسم حمله اختاپوس که برای هدایت هاپماس و ضمناً برای هدایت سلاح‌ها استفاده میکنه. این سیستم میاد اطلاعات و مختصات محوری لازم برای موشک‌های کروزی که شلیک شدن به خوبی فراهم میکنه. ضمن اینکه این سیستم نقشه دیجیتال از سطح زمینم قبل از اینکه موشک شلیک بشه به اون تحویل میده تا عمل هدایت موشک خیلی دقیق تر انجام بشه. اینجور که بوش میاد این هاپما تا سال 2025 تو خدمت باقی خواهد موند.